روبن لواندوفسکی. شاید کمتر هوادار فوتبالی در دنیا تصور می‌کرد که بوندسلیگای جذاب و تماشایی در میانه راه دو ماه تعطیل شود و حالا با تغییر چهره کارش را از سر بگیرد. رقابت‌هایی که امروز با بازی بورسیا دورتموند و شالکه 04 از سر گرفته می‌شود با شرایط جدیدی که البته خیلی از هواداران فوتبال با آن کنار آمدند. من طرفدار سرسخت فوتبالم. دوست داشتم که بازی‌ها به همون شیوه قبل ادامه پیدا می‌کرد، اما مقررات بهداشتی کاملاً ضروری بود. برای همینم بازی‌ها رو دو ماه تعطیل کردند و شاید اوضاع تا قبل از واکسن کرونا همینطور ادامه پیدا کنه. بازیکنان با شرایط خاص تمرین می‌کنند و بدون حضور تماشاگر بازی. حق تعویض به 5 نفر در طول بازی افزایش یافته و بازیکنان در شادی بعد از گل هم باید حواسشان به فاصله کرونایی از هم باشد. علاوه بر آن که تیم‌ها به صورت فشرده، یعنی تقریباً هر 3 یا 4 روز باید بازی کنند. این گمانه‌زنی هم وجود داره که اگر تخلفات گسترده‌ای از مقررات بهداشتی انجام بشه یا تست کرونای بازیکنان به صورت متعدد مثبت اعلام بشه، بوندسلیگا و لیگ فوتبال 1 و 2 رو همونجا قطع می‌کنن و امتیازات هر تیم رو تا همونجای کار ملاک رتبه‌بندیش در جدول قرار میدن. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.